به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما همراهان همیشگی مسابقه هوش برتر. مثل همیشه در خدمت سه شرکت کننده هستم و ازشان دعوت میکنم خودشان رو معرفی کنند. با سلام، سیروس ساخت و ساز. با سلام، ساسان ساخت و پاخت. عزیزم. با سلام، سامان سوخت و ساز. از خواهی میکنم دست روی زنگ. و اما سوال، این بیت شعر از کیست؟ اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، به خال هندوش بخشم سمرقند و بخارا را. دوستان توجه بفرمایید که شهر این شاعر در همین بیت آمده. رودکی سمرقندی. خیر. ناصر بخارایی. خیر خیر، شاعر شیرازی است. سعدی شیرازی. وصال شیرازی. راهنمایی میکنم، پیشوند این شاعر بزرگ ایران زمین خواجه داره. خواجه مولوی. خواجه فردوسی. خواجه امیری. احسان خواجه امیری. یلل یلل یلل، احسان خواجه امیری. یه خورده مغزت به کار بنداز آقا. یک پل قدیمی در تهران به اسم این شاعر هست. پل کریم خان. کریم خان؟ کریم خان شاعره؟ نه، ولی آرامگاهش هست تو شیراز. هر کسی آرامگاهش اونجا باشه باید تو بگی. کدام انتن تهران رفتی؟ من دو دفعه خانواده رفتم. ساکت. آقا بس خجالت بکشید، انگار رفتین کره مریخ، عکس گرفتین و فیلم فرستادید برای زمین. من رفتم تهران، هنر کردید. خب پس تهران رفتید. بله. خیلی خوب، ببینید از ترمینال غرب وارد تهران شدید، میخواید برید به سمت شرق. پل مورد نظر ما که اسم این شاعر شیرازی بر روی این پل گذاشته شده در مسیر مورد نظر ماست. شما چشماتان را ببندید و مسیر را تصور کنید. خب الان کجایید؟ میدان آزادی. بسیار خوب، حرکت کنید به سمت شرق. الان کجایید؟ سر خیابان آزادی. خیلی خوب، خب چی میبینید؟ ای آقا را میبینم، اشتباهی وایساده سر جنا. آقا دست در نکنم، ممنونم که گفتی. من زیاد به تهران وارد نیستم. خواهش میکنم آقا، اگر بشدی میگودم تا شرق غرب میرفتی. آقا من دور میدان انقلابم، چه کار کنم الان؟ آفرین، تو خیلی خوب داری پیش میری. برو جلو، الان کجایی؟ سر خیابان دانشگاه. آفرین، خیلی خوب، همینجوری ادامه بده. برو جلوتر. الان کجایی؟ سر ابو ریحان. ها خیلی خوبه، تو مطمئنم برنده میشی. خب الان برو جلوتر. کجایی؟ چهار ولیعصر. خیلی خوب، دیگه تقریبا تمامه. برو جلوتر. الان کجایی؟ چهار ولیعصر. نه، اونجا رو که رد بکن. الان کجایی؟ چهار ولیعصر. آقا جان میگم رد بکن، برو جلو. آقا یه آبربان که خلوت دیدم، یکم پول برداشت کنم میرم. آقا من چهار ولیعصر رد کردم، الان سر راضی ام. آفرین. ببین دوست عزیز، خیلی نزدیک شدی، اصلا یه نگاه بندازی پل میبینی. نه آقا پل نیست اینجا، من ایستگاه مترو دروازه دولتم. ای خدا، تو دروازه دولت چه بکنی؟ رد کردی آقا، رد کردی. برگرد. نمیتونم آقا. چرا؟ ماشینم پنچر شده. بلاغم چه شاتانه باز بکنید. جواب حافظ، پل حافظ. آقا اسم این پل کالج نه حافظ. میگه همه بهش میگن پل کالج. آقا فکر کنه چون ما بچه تهران نیستیم چیزی عالی ما نیست. هی با این اوصاف اسم شاعر مد نظر ما چه میشه؟ خواجه کالج شیرازی. خدای خواجه بگیرد. رولا چه توش شرقات مونای مسابقه. تنفس. با درود مجدد برمیگردیم به مسابقه. دستا روی زنگ. و اما سوال، واحد پول آمریکا چه نام دارد؟ آمریکای شمالی، جنوبی، مرکزی. شمال. شمال شرقی، شمال غربی، خود شمال. خود شمال. آمول، بابل، رامسر. آقا حواست کجاست؟ داره میگه آمریکا. خود شما بگو دوست عزیز. پزو مکزیک. آمریکا چه شد؟
آمریکا بالا سر مکزیکه. شما اگه نقشه رو نگاه کنی، این میشه مکزیک، این میشه آمریکا. آقا این دست بیاری بالا بیزمت بالا. آره بالا. این هم میشه کانادا. دستت بنداز، دستت بنداز تا نیامدم اونجا بشم خونید. چه قشنگم داره توضیح میده، راهنمایی میکنم توی کشور ما توی یک سال گذشته چه چیزی خیلی بالا رفت. تورم، سرقت، طلاق، قیمت خودرو، قیمت مسکن، سود وام بانکی. همه اینایی که گفتین خلاصه میشه در یک چیز، فشار خون. با اوصاف منطقیه. نه آقا غلطه. خوب توجه بکنید، در طول یک سال گذشته در کشور ما به صورت افسار گسیختی رفت بالا. اولش هم با دال شروع میشه. دمپای شلوار. دمپای شلوار؟ بله قربان، اول دمپای شلوار اینجا بود، بعد آمد اینجا، الان افسار گسیخته آمده اینجا. آره آقای، دمپای کوتاه تنگ تاثیر میذاره تو فشار خون، باعث تنگ شدن عروق میشه. آفرین حسن. یه گفتگوی مضحک و مسخره تنه بزنین برای بعد جواب سوال درست بدید. برگرد سر جات، خرس سر پنم یه. خوب دقت کنید آقا، یک مصرع از شعری میخوانم، اسم واحد پول مد نظر ما درش هست. این ما و رخ یار دلارام. این ما و رخ یار دلارام، ین ژاپن برگرفته شده از واژه این. خیر. این ما و رخ یار دلارام، واحد پول مغولستان، یا برگرفته از واژه یار. ببندید فکتان، من دنبال آمریکام. آمریکا. این ما و رخ یار دلار آم، این ما و رخ یار دلار آم. تو برای چه مثل بایا خوش زل زدی تو چشای من؟ نمیخوای به دلارام فکر کنی؟ اوه خدا، یکی زن یکی، من به محشی جان فکر میکنم همیشه، خودت به دلارام فکر کن. خجالتم نمیکشه، بیادب. وای این ما و رخه یار دلارام و دیگر هیچ، ما را از همین حاصل ایام و دیگر هیچ. راهنمایی میکنم با آدمی که کمرش مثل من خم شده چه میگن؟ این بر میگرده به همونی که گفتین تو کشور آمارش افسار گسیخته بالا رفته؟ بله میشه گفت کمرش شکسته از اینکه پای نیامده، درسته؟ بله بله، یه جورایی اصلا قوز زده، داغان شده، ویرانه ها؟ دقیقا. عجب 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 جسارتا جواب چه شد؟ جواب چه آقا؟ یه آدم خودش اصل جواب. اصلا شما دنبال چه هستی ها؟ جواب نداره، تأسف داره. ای داده بیداده، این کمر من دلا شده به خاطر دلاره. این کمر من دلا شده به خاطر فقر فرهنگی و شعوری شماست. تا دیدار دیگر، بدرود. آقا گفت دلار، الان مزنه دلار چنده تو بازار؟ آقا بزنبی چنده الان دلار؟ این حساسه، دلار 4200. آقا ولش کن. اه 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 ثانیه عوض شد. کم شده وزی که نسبت بسید دوباره زیاد شد. نه آقا های 4200 چرا شایی همین آزی؟ بلکه بابا خواب. نه با اون نیمایی شد. هرچند تبرم همه جا درد و عذابه، اما پی علم و هنر و دانش و فن اند ثوابه. اون وچه که با پول و زر و پارتی بگیری، بچیز خیالی که همه کسب و حبابه. مدرک عالی، بینش که نباشه همه کار تو خرابه. گر تا ته دنیا برسه علم و سوادت، چون پای عمل نیست همه نقش برابه. نقش برابه، نقش برابه، نقش برابه، نقش برابه. یک لحظه تو فکر کن
همش حرف حسابه.